سلام بر شما، خوش آمدید به بخش خبر تلویزیون ایران فردا. من فریبا شیرازی هستم. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است که رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود درباره یک مامور سابق FBI که بنابر گفته واشنگتن از 6 سال پیش در جزیره کیش مفقود شده صحبت کرده است. به گزارش CNN، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید با تایید این خبر گفته است: امروز ما بر همان درخواست خود از دولت ایران و هر کسی که ممکن است از محل نگهداری لوینسون اطلاعاتی داشته باشد تاکید می‌کنیم و خواستار اتخاذ اقداماتی برای بازگشت سالم وی هستیم. در همین حال علیرضا میریوسفی مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل طی یادداشتی به خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد ایران اطلاعی درباره محل یک مامور سابق FBI آمریکا ندارد. میریوسفی در این یادداشت از دولت آمریکا خواسته است تا اطلاعات بیشتری درباره ماموریت رابرت لوینسون در ایران ارائه کند. در روزهای گذشته منابع رسانه‌ای آمریکا فاش کردند این شهروند آمریکا مأمور سازمان جاسوسی آمریکا بوده و با هدف جمع‌آوری اطلاعات وارد ایران شده است. در همین ارتباط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفته است دولت ایران اطلاعی از سرنوشت و محل رابرت لوینسون مأمور سابق FBI که 6 سال پیش مفقود شده ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف گفته است آنچه ما می‌دانیم این است که او در ایران زندانی نیست، چنانچه او در ایران باشد توسط دولت زندانی نشده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، رابرت لوینسون مأمور سابق FBI 65 ساله در اسفند ماه سال 85 در جزیره کیش ناپدید شد. در آن زمان گفته شده بود او به عنوان بازرس خصوصی برای یک شرکت بزرگ کار می‌کرد و برای تحقیق در مورد قاچاق سیگار به ایران سفر کرده بود. اما طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی در خصوص همکاری وی با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا منتشر شده است. وکیل خانواده آقای لوینسون به خبرگزاری رویترز گفته است که او در حال تحقیق درباره پولشویی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است. در همین حال محمد جواد ظریف در پاسخ به این سوال که آیا ایران رابرت لوینسون را به آمریکا باز خواهد گرداند گفته است اگر ما می توانستیم به رد پا یا نشانه ای دستیابیم تا او را پیدا کنیم در خصوص آن بحث می کردیم. هر چیزی ممکن است، ولی آنچه می گوییم این است که ما هیچ نشانه یا اثری از او در ایران نداریم. در همین زمینه گزارشی داریم از همکارمان محمد رضا شاهد که دعوت می کنم با آن توجه فرمایید. از صبح امروز نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد از جمله مسائل ایران تشکیل شده. البته فقط موضوع ایران نیست، یعنی توافق 24 نوامبر 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران در مورد برنامه هسته‌ای. امروز همینطور در مورد سوریه صحبت خواهد شد، همینطور در مورد سفر خانم کاترین اشتون به کیف، مسائل صلح خاورمیانه و افریقای مرکزی که میدونید فرانسه در اونجا حضور نظامی داره. اما در مورد مسئله ایران و وضعیت تحریم ها، پیشتر آقای ظریف در مصاحبه با نشریه تایم گفته بود که اگر امریکا تحریم هایی رو جدیداً تصمیم گیری بکنه بعد از توافق 24 نوامبر تمام تفاهم های به دست آمده لغو خواهد شد. اما اخیراً در فیسبوک خودشون، در حالی که خبرگزاری های دیگر به این فیسبوک تکیه می کنند، ایشون گفته است که با اینکه امریکا تحریم های جدیدی رو تصمیم گیری کرده ولی هنوز مذاکرات نمرده و ما به اون ادامه میدیم. اتفاقا امروز آقای کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل که از سال 1997 تا سال 2006 دبیر کلی سازمان ملل رو به عهده داشت، او میگوید که باید به ایران اعتماد کرد، به ایران نیاز هست در مورد پرونده سوریه و حتی به روسیه. در نتیجه وضعیت کنونی امروز رو باید دست کم در مورد مذاکرات هسته‌ای ادامه داد. البته امروز مذاکرات جداگانه‌ای هم با آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه تشکیل خواهد شد. آقای لاوروف در یک ماه آینده حدود 27-28 ژانویه در مذاکرات روسیه اتحادیه اروپا شرکت خواهد کرد. بسیاری معتقدند تحریم‌هایی را که در این اواخر تصمیم گیری شد و بیشتر به افراد تکیه کرده، حدود 19 نفر رو شامل می شود،
از این جهت بوده تا احتمالاً برخی از نمایندگان حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را که مایل به تصویب تحریم‌های بیشتری هستند متوقف بکنه، تا اینکه ببینن همونطور که آقای کوفی آنان امروز میگفت این روند گفتگوهایی که ظاهراً جدی است از سوی جمهوری اسلامی ایران تا کجا خواهد رفت. در گزارش‌های بعدی از نتایج این نشست برای شما خواهم گفت. پاریس، تلویزیون ایران فردا. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از احتمال حذف تمام یا بخشی از کسر خدمت‌های مربوط به سربازی در سال آینده خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار موسی کمالی در یک نشست خبری با اشاره به طول مدت خدمت سربازی و امکان تغییر در آن گفت در حال حاضر زمان خدمت سربازی 21 ماه است و این در حالی است که برابر قانون امکان افزایش مدت سربازی تا 24 ماه نیز وجود دارد. سردار کمالی گفته است خرید و فروش خدمت سربازی نداریم، چرا که از نظر ما تفاوتی میان شهروندان وجود ندارد و پرونده خرید و فروش خدمت سربازی برای همیشه بسته شده است. ده‌ها تن از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی طی بیانیه‌ای که توسط برخی وبسایت‌ها منتشر شده از حسن روحانی خواستند تصویب منشور حقوق شهروندی را به تعویق بیاندازد. بنابراین بیانیه امضا کنندگان می‌خواهند امکان و فرصت ایجاد یک گفتگوی ملی در عرصه عمومی برای همه گروه‌های اجتماعی در مورد منشور حقوق شهروندی فراهم شود. دولت حسن روحانی بنا به وعده‌ای که در دوران تبلیغات انتخابات داده بود، 100 روز پس از شروع به کار متن اولیه منشور حقوق شهروندی را در وبسایت ریاست جمهوری منتشر کرد. از زمان انتشار این منشور برخی از فعالان مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی به آن انتقاداتی وارد کردند. علی مطهری نماینده مجلس میگوید با اینکه روش حسن روحانی با محمد خاتمی متفاوت است، اما اگر آقای روحانی از شعارهایش عقب نشینی کند به سرنوشت خاتمی مبتلا می شود. نماینده مجلس ادامه داده است فکر کنم آقای روحانی با رابطه خوبی که با رهبری دارد بتواند تا حد قابل قبولی در زمینه قانع کردن نهادهای خود سر موفق شود. مطهری همچنین گفته است بیشتر نگرانی حاکمیت از شبکه‌های اجتماعی از بعد سیاسی است و شورای نگهبان قطعاً اجازه نمی‌دهد اکثریت مجلس آینده در اختیار غیر محافظه‌کاران قرار بگیرد. سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران و دیدار با جعفر پناهی و نصرالدین ستوده در سفارت یونان در تهران با خشم گروهی از محافظه‌کاران تندرو مواجه شده است. در این خصوص پس از انتقاد دو نماینده مجلس از این دیدار، حسن ممدوحی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته است پارلمان‌ها و سازمان‌ها و نهادهای اروپایی ماموران آمریکا بوده و قابل اعتماد نیستند. نصرالدین ستوده و جعفر پناهی دو فعال مدنی که حق خروج از ایران را ندارند در تهران با هیئت پارلمانی اروپا که به تازگی به ایران سفر کرده است دیدار و گفتگو کردند. اتحادیه عرب اعلام کرده است تشکیل دولت انتقالی با حضور معارضان سوری بعد از نشست ژنو دو شرط اصلی این اتحادیه برای بازگرداندن کرسی سوری است. به گزارش رویترز یکی از دیپلمات‌های عربی که خواست نامش فاش نشود تاکید کرده است با توجه به شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد سوریه به دنبال بازگشت به اتحادیه عرب باشد. اتحادیه عرب در زمانی که خشونت‌های دولت اسد علیه معترضان شدت گرفته بود عضویت سوریه در این اتحادیه را به حال تعلیق درآورده بود. فعالان سوری میگویند دست کم 22 نفر از جمله 14 کودک در پی حملات هوایی ارتش سوریه در شهر حلب کشته شدند. دیدبان سوری حقوق بشر که مقر آن در لندن است گزارش داد این حملات در مقابله با مخالفان بشار اسد در حلب انجام شده است. تلویزیون دولتی سوریه با تایید حملات ارتش در شمال آن کشور اعلام کرد این حملات برای متوقف کردن گروه‌هایی که تروریست مسلح خوانده شده‌اند انجام شده است. دیدبان سوری حقوق بشر همچنین در گزارش اخیر خود آورده است از روز چهارشنبه دست کم 28 تن در عدرا در شمال شرق دمشق کشته شدند. بیش از 100 هزار نفر از آغاز درگیری ها در سوریه جان خود را از دست دادند.
پناهجویانی که اغلب به دلیل عدم امنیت و یا در آرزوی زندگی بهتر کشور خود را ترک می کنند، معمولا در کشورهای میزبان روزهای سخت و دشواری را سپری می کنند. گزارشی داریم از شرایط دشوار پناهجویان در کشور ترکیه که با شروع سرمای زمستان روزهای سختی را سپری می کنند. برف و سرما اغلب مناطق ترکیه را در بر گرفته. ترکیه کشوری است که بیشتر مناطق اون معمولا دوره سرمای بین 6 تا 7 ماه رو در سال تجربه میکنه و از این حیث ترکیه کشور سردسیری هستش. اینجا یکی از مناطق مرکزی ترکیه است. استان نفشهیر جایی که دمای هوا در زمستان گاه به 30 درجه زیر صفر هم میرسه، یکی از مراکز مهم تجمع و زندگی پناهجویان. پناهجویانی که اغلب از کشورهای ایران، افغانستان، سوریه و عراق هستن و ناچارن که دوران سخت و طولانی پناهجویی خودشون رو معمولا در چنین مناطقی طی بکنن. با این همه مسئله سرما و موضوع تامین گرمایش برای منازل مسکونی مشکلات رو برای پناهجویان در زمستان دوچندان میکنه. برخلاف ایران که اغلب سوخت ارزان هستش، در اینجا در ترکیه معمولا هزینه مصرف سوخت بسیار بالا هست، به ویژه مصرف گاز خانگی. بنابراین پناهجویان ناچار هستن که روی بیارن به سوی خانه هایی که قدیمی و ارزان قیمت هستن و تامین گرمایش اونها از طریق زغال سنگ هستش. این موضوع اگرچه از جهاتی مغروم به صرفه هستش، اما مشکلات خاص خودش رو هم داره. متاسفانه به دلیل ناآشنایی پناهجویان با شیوه استفاده از زغال سنگ، معمولا ما شاهد حوادث تلخ و جبران ناپذیری هستیم. از جمله در همین ماه گذشته ما شاهد بودیم که 3 پناهجوی افغان به همین دلیل، یعنی ناآشنایی به شیوه استفاده از زغال سنگ در منزل مسکونی، دچار خفگی شدن و متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. جدای از این، معمولا پناهجویانی که اینجا به صورت خانوادگی زندگی میکنن و اغلب دارای فرزندان خردسال هستن، طبیعتا دارای مشکلات بیشتری هم هستن. پناهجویانی که در اینجا به دلیل عدم بضاعت مالی حتی ناتوانن از تامین لباس گرم زمستانه یا وسایل گرمایشی برای منزل مسکونیشون و نیازمند هستن که مراکز مربوط به امور پناهجویان و بنیادهای خیریه توجه بیشتری رو نسبت به این موضوع داشته باشن. همینطور اشاره بکنیم به شرایط سخت آوارگان سوری در ترکیه که معمولا در چنین مناطق سردسیری در چادر شهرها زندگی میکنن و شرایط بسیار سختی رو میگذرونن. اگرچه دولت ترکیه به نسبت دیگر کشورها تلاش کرده که امکانات بیشتری رو در اختیار آوارگان سوری قرار بده، اما به هر حال زمستان هست و شرایط زندگی در چادر شهرها این موضوع رو بیشتر سخت میکنه. به هر روی بارش برف اگرچه زیباست و گاه یادآور کوهستان‌های برفگیر زاگرس و البرز است و گاهی ما رو یاد زمستان‌های زیبای تهران و کوچه پس کوچه‌های شمیران می‌اندازه، اما در اینجا بارش برف بیشتر گویا بازگو کننده روزهای سرد غربت و دوری از وطن هستش. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری سومالی عبدالولی شیخ احمد را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برای جانشینی شوردون نخست وزیر سابق معرفی کرد. پارلمان سومالی اوایل ماه جاری میلادی به شوردون رأی عدم اعتماد داده بود. شیخ محمود نخست وزیر جدید را در حضور وی و در کنفرانس خبری در کاخ ریاست جمهوری سومالی در موگادیشو معرفی کرد. شیخ احمد کارشناس اقتصادی است که در چندین سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله اتحادیه آفریقا فعالیت کرده است. چند مرد نقابدار در یمن به یک دیپلمات ژاپنی با چاقو حمله و او را زخمی کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان و بنابر گفته سخنگوی سفارت ژاپن در یمن، روز یکشنبه 24 آذر 6 مرد کنسول سفارت ژاپن در صنعا پایتخت یمن را از اتومبیل وی در خیابان بیرون کشیده و با چاقو به او ضربات متعددی زدند. به گفته سخنگوی سفارت ژاپن در یمن، کنسول سفارت ژاپن از خطر مرگ نجات یافته است. هنوز روشن نیست که عاملان این واقعه در پی گروگانگیری بودند یا نه. در یمن موارد گروگانگیری و حمله به خارجیان توسط افراد مسلح وابسته به قبایل مختلف بسیار اتفاق می افتد. هدف این افراد گرفتن پول از دولت در ازای آزادی گروگان هاست. پیشتر نیز یکی از محافظان سفیر آلمان در صنعا به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد.
دیوید جانستون، وزیر دفاع و تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، روز دوشنبه تایید کردند که آخرین گروه نظامیان این کشور پایگاه اصلی خود در ولایت ارزوگان افغانستان را ترک کردند. تونی ابوت اعلام کرد طولانی ترین مأموریت نیروهای نظامی استرالیا در خارج از این کشور به طور رسمی به پایان رسیده و نظامیان این کشور ولایت ارزوگان را ترک کردند. در جریان مأموریت 12 ساله نظامیان استرالیایی در افغانستان 40 سرباز کشته شده و 250 نظامی دیگر نیز زخمی شدند. در ادامه تنش میان آمریکا و حامد کرزای بر سر امضای توافقنامه امنیتی، رئیس جمهوری افغانستان که به هند سفر کرده است در دهلی گفت حرف آمریکایی ها با عملشان یکی نیست و دیگر با آنها اعتماد ندارد. در هفته‌های اخیر امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا باعث بروز تنش‌های بین دو کشور شده است. آمریکا می‌خواهد که تا پایان سال جاری میلادی این توافقنامه امضا شود، ولی حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، امضای این توافقنامه را مشروط به دو شرط کرده است: پایان عملیات نیروهای آمریکایی به خانه‌های افغان‌ها و همکاری آمریکا برای اثرگیری گفتگو با طالبان از شروط آقای کرزای برای امضای این موافقتنامه بوده است. 8 شخصیت برجسته سیاسی و علمی ایران طی نامه‌ای از مهندس هوتن دولتی خواستند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهد. در این نامه آمده است: صدای اعتراض و مظلومیت شما را مبنی بر مطالبه حقوق انسانی و قانونی ابتدایی زندانیان سیاسی برای رسیدگی به وضعیت درمانی شما، شهروندان ایران و نهادهای حقوق بشری جهان شنیدند. خواست صمیمانه امضا کنندگان این نامه پایان دادن فوری به اعتصاب قضا و درد و رنج زیادی است که متوجه شما می شود. نعمت آزرم، ادیب برومند، دکتر محلقا اردلان، مهندس حشمت الله تبرزدی، دکتر محمد ملکی و دکتر باقر قدیری از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. وبسایت محلی کردپا خبر داده است 4 زندانی سیاسی کرد 17 سال است بدون یک روز مرخصی در زندان یزد در حبس هستند. یکی از این زندانیان سیاسی به نام عمر امامی 36 ساله که از سال 75 بازداشت و به حبس ابد محکوم شد، با گذشت 17 سال همچنان بدون مرخصی در زندان مرکزی یزد به سر می برد. علی صالحی، محمد مرادی و والی درودی 3 زندانی دیگری هستند که از 17 سال پیش در زندان یزد محبوس شدند. این 2 زندانی در سال 1375 در روستایی از توابع شهرستان کامیاران بازداشت شدند. وبسایت کردپا از قول جهانگیر حاتمی، همبندی سابق آنها که اکنون از ایران خارج شده، نوشته است: آقای امامی به هنگام بازداشت توسط نیروهای نظامی سپاه هدف تیراندازی قرار گرفت و از ناحیه پا دچار معلولیت شد و هم اکنون در زندان یزد امور روزانه خود را با یاری دیگر همبندی هایش انجام می دهد. به نوشته این وبسایت، وضعیت آقای درودی نیز به دلیل اصابت گلوله در حین بازداشت و عوارض آن وخیم گزارش شده است. بودجه های کلانی که به بحث مقابله با تهاجم و شبیخون فرهنگی و به اصطلاح عرصه جنگ نرم اختصاص یافته، باعث اختلافاتی در بین جریانات افراطی شده است. این خبر در حالی منتشر شده که روز شنبه حمیدرضا مقدمفر، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه، در گفتگو با خبرگزاری مهر صریحا اعتراف کرد که نظام در جنگ نرم پیروزی چندانی نداشته است. این فرمانده سپاه در این خصوص گفته بود: متاسفانه در جنگ نرم، علی‌رغم به میدان آوردن ظرفیت‌های زیاد و صرف بودجه و امکانات، کمتر از حد انتظار توانستیم پیروزی‌هایی به دست بیاوریم. به افسوده بود: ظرفیت‌ها و یگان‌های فرهنگی ما در جنگ نرم دور از هم و جزیره‌ای عمل می‌کنند و یا دچار موازی‌کاری هستند. اما یک مقام مسئول در بانک مرکزی درباره بررسی‌های این بانک برای تایید یا رد خبر اعلام واریز بدهی 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی گفته است: استعلام کردیم بابک زنجانی تا این لحظه هیچ پولی به هیچ بانکی واریز نکرده است. پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود واریز بدهی بابک زنجانی را تایید نمی‌کنیم و در حال بررسی هستیم. روز شنبه پور مختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، خبر داده بود بابک زنجانی بدهی 2 میلیارد و 60 میلیون یورویی خود را پرداخت کرده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه نوشته است که مسئولان وزارت نفت تاکنون حاضر به تایید این خبر نشدند. دیگر نمایندگان مجلس هم از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کردند.
معصومه آباد، عضو شورای شهر تهران گفته است سن زنان خیابانی در ایران به 16 سال رسیده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، معصومه آباد گفته است این دختران که به زنان خیابانی تبدیل می شوند شهرستانی هایی هستند که به دلایل مختلف از خانه فرار کردند یا کسانی که آنها را به شهر تهران آوردند. در همین راستا وزیر کشور ایران هم از دو برابر شدن زنان معتاد در ایران خبر داد و گفت دو برابر شدن میزان اعتیاد زنان در جامعه فاجعه است که باید تمام زنگ های خطر را به صدا درآورد، چرا که زنان هسته اولیه تعلیم و تربیت و صیانت از خانواده هستند. وزیر کشور مسئله اشتغال و اعتیاد را جزو بالاترین مطالبات مردمی و دغدغه عمومی عنوان کرد و با توجه به آمار 1,325,000 معتاد در کشور به تعداد 6 میلیون خانواده های درگیر مسئله اعتیاد اشاره کرد و گفت با توجه به این آمار میبایست به مسئله اعتیاد از نگاه اجتماعی توجه داشت. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، در واکنش به اعتراض ها به لایحه بودجه 93 از جمله تهدید نمایندگان بعضی استان ها به استعفا گفت قرار نیست ما مشکل جهان بشریت را فقط با بودجه سال 93 حل کنیم. نوبخت با اشاره به اینکه بودجه عمومی در سال 93 کاهش 33% داشته است ادامه داده تمامی نمایندگان ملت باید بدانند که اعتبارات عمرانی به طور کلی نسبت به قبل کمتر شده و محدود به چند استان نیست. به همچنین افزایش 50% بودجه ارتش و سپاه را دروغ پردازی رسانه‌های خارجی خواند. این در حالی است که این خبر در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخل ایران به طور گسترده منتشر شد. پس از ارائه لایحه بودجه 93 به مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان در اعتراض به آنچه کمبود اعتبارات مالی تخصیص داده شده به حوزه‌های انتخابی خود خواندند، تهدید به استعفا کرده و گفته شد که نمایندگان استان خوزستان استعفا نامه‌های خود را نیز تسلیم هیئت رئیسه کردند، اما استعفای آنها پذیرفته نشد. جنجال‌ها پیرامون گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد. پس از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس و واکنش سعید مرتضوی در تازه ترین اظهار نظر، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم گفته است هدایای سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان برای کمک به نیازمندان بوده است. در همین راستا خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس در واکنش به تکذیب‌های سعید مرتضوی درباره پرداخت پول به افراد و روزنامه‌های مختلف اسناد تازه‌ای درباره آنچه پرداخت‌های شبهه‌ناک و باعث تعجب آقای مرتضوی خوانده است منتشر کرد. پرداخت به متهمان بازداشتگاه کهریزک، وزیران دولت احمدی نژاد و صدا و سیما از جمله این موارد است. هزاران تن از مخالفان و موافقان دولت اوکراین بار دیگر به خیابان‌های کیف آمده و تظاهراتی در تقابل با یکدیگر برگزار کردند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد اتحادیه اروپا کار مشترک با اوکراین بر سر پیوستن این کشور به اتحادیه تجاری اروپایی را متوقف کرده است. کمیسیون اتحادیه اروپا در زمینه گسترش این اتحادیه گفته است دلایلی که اوکراین برای نپیوستن به این اتحادیه می‌آورد هیچ مبنایی ندارد. اپوزیسیون اوکراین در حالی در میدان استقلال تجمع کردند که در همان حال هواداران دولت هم در میدان اروپایی تجمع کردند. ده ها هزار تن از مخالفان دولت ویکتور یانوکوویچ به نپیوستن اوکراین به اتحادیه تجاری اروپا اعتراض دارند. در همین راستا مقامای اوکراین از برکناری 4 مأمور دولتی در رابطه با خشونت‌ها علیه معترضان در اوایل آذر خبر دادند. اما اپوزیسیون همچنان خواستار استعفای دولت یانوکوویچ است. جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز، همزمان با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی دولت حسن روحانی را دروغگو خوانده و گفته که زنان ابزار کار شیطان برای فریب انسان‌ها هستند. آقای شجونی در جلسه هفتگی انصار حزب الله در تهران به آنکه نامی از هاشمی رفسنجانی ببرد حملات تندی علیه وی به دلیل مواضعش درباره رابطه با آمریکا کرده است. و مواضع هاشمی در این زمینه را احمقانه خوانده و گفته لابد فردا هم میگویی شب خواب امام را دیدم که ایشان به من فرمود غنی‌سازی متوقف شود. این عضو جامعه روحانیت مبارز گفته اگر امام بود دهنت را خورد میکرد. مگر حضرت امام نفرمود رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و میش است. و
اما پیتر اوتول بازیگر سینمای هالیوود که با بازی در فیلم لورنس عربستان ستاره شد و 8 بار نامزدی جایزه اسکار را در کارنامه خود داشت، سرانجام در سن 81 سالگی درگذشت. این بازیگر سینما پس از مبارزه طولانی با بیماری سرانجام روز شنبه در بیمارستان درگذشت. اوتول پس از خدمت در نیروی دریایی و تحصیل در آکادمی هنرهای دراماتیک لندن وارد عرصه بازیگری شد و در اولین حضور موفق خود در نقش اصلی نمایش‌های هملت و تاجر ونیزی ظاهر شد. اوتول با بازی در فیلم لورنس عربستان به اوج شهرت رسید، فیلمی که 7 جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را برای دیوید لین به ارمغان آورد. با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنون که با ما همراه بودید. از طرف من و تحریریه خبر تلویزیون ایران فردا شب و روز خوبی برایتان آرزو میکنم. خدا نگهدار.